درود بر شنوندگان عزیز برنامه های تصویر پارسه، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. امروز در رابطه با یکی از جنایتکارهای ایرانی که درک حاصل شد صحبت میکنیم و اینکه به هر حال آدم ها همه میمیرند، اما این جنایتکار کسی رو به قتل رساند، انسان شریفی رو به قتل رساند که به این شخص اطمینان کرد و این از راه دوستی وارد شد و متاسفانه اون شخص که مردم بهش اعتماد داشتند حتی اینقدر مورد اعتماد شاه فقید ایران بود که اون رو به عنوان آخرین نخست وزیر انتخاب کرد. قاتل شاپور بختیار فریدون بوی رحمدی به درک حاصل شد. در خبرها اعلام شده که کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند در تیوتی احتمال داد که قاتل شاپور بختیار به درک حاصل شده و گویا در اثر کرونا این شخص درگذشته. کامبیز غفوری نوشته یافته های من از این حکایت دارند که 1400 در تهران این شخص بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان داد و دیروز 19 مرداد در ردیف 114 قطعه 328 بهشت زهرای تهران دفن شد. توضیح و جزئیات رو در این خصوص 4 روز پیش در این تیوت نوشتم که اطلاعات مربوط به فریدون بوی رحمدی را به زودی منتشر خواهم کرد. این شخص اینو نوشته که به زودی جزئیاتش و کلیاتش رو منتشر میکنه. از قدیم اخبار پراکندهی وجود داشت که بوی رحمدی در ایران با نام فرهاد مهدیار زندگی میکنه و مقامی به عنوان مدیر کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان قزوین رو داراست. 3 سال پیش عکسی رو که از فرهاد مهدیار در دسترس هست که همین قاتل شاپور بختیار به اسمش عوض کرده بود، شه فرهاد مهدیار، برای چند تن از اعضای خانواده بوی رحمدی فرستادم. جملگی با قاطعیت گفتند که او فریدون بوی رحمدی است و فامیل اون رو تایید کردن. یکی از منابع حضور و زندگی بوی رحمدی را در تهران و قزوین و ازدواج مجدد و تاریخ تولد جعلی درست کرد با تاریخ 4 خرداد 1332 که خودش اینها رو برای خودش انتخاب کرده، اونها تایید کردند. تحقیقاتم رو جدیتر دنبال کردم، به دنبال اطلاعات بیشتر از فرهاد مهدیار بودم. به نظر می رسید که بعد از انتشار عکسش حلقه امنیتی بسیار محکمی دور او تشکیل شده است. هیچ امکان تماسی با او وجود نداشت و تنها گاف این فرد انتشار عکس در همان مصاحبه قدیمی بود. در میانه تحقیقم چند روز پیش فرهاد مهدیار که به ویروس کرونا مبتلا شد و با وخامت علائم در بیمارستان بستری شد. اگر او همان فریدون بوی رحمدی باشه که یافته های من نشان می دهند که او هست. روز 16 مرداد مرد و روز 19 مرداد در قطعه 328 در بهشت زهرا دفن شد. با توجه به شهادت چندین تن احتمال یکی بودن بوی رحمدی و مهدیار بسیار بسیار بالاست، اما بالطبع 100% نیست، 99% این همان شخص است. بنابراین اگر خانواده فرهاد مهدیار این ادعا رو رد می کنند و اسنادی دارند که نشان دهد این فرد همان فریدون بوی رحمدی قاتل زنده‌یاد شاپور بختیار نیست، مدارک رو ارسال کنند، از بررسی اسناد و مصاحبه با ایشان استقبال خواهد شد. در پایان این گزارش نوشته بودم بوی رحمدی زنده باشد یا نه، خائن بالفطر باشد یا فریب خورده، نام او در تاریخ ایران نه تنها با جنایت بلکه با خیانت و جنایت که واقعا شاپور بختیار اونو مثل فرزندش دوست داشت و در برابر تمام یارانش ایستاد و از او دفاع کرد. لازم به ذکر است که فریدون بوی رحمدی عامل نفوذی وزارت اطلاعات بود که به شاپور بختیار نزدیک شد و زمینه ورود نیروهای اطلاعاتی رو به خونه بختیار رو فراهم کرد. این مطلب که براتون گفتم در رسانه‌ای چاپ شده
به نام رسانه توانا و ادعا کرده که قاتل شاپور بختیار به درک واصل شده و امیدوارم که این شخص همون باشه و انتقام طبیعت از او خاطر کشتن شاپور بختیار، این مرد شریف، این مرد وطن دوست که تا آخرین لحظه هم به وطنش اعتقاد داشت و هم و وطن دوست و ایران دوست بود. به هر حال این تحقیقی و گزارشی بود که این شخص به نام کامبیز غفوری روزنامه نگار ارسال کرده و من برای شما گفتم. موفق و پیروز باشید.